خبر اعدام محمد سلاس باباجانی، درویش گنابادی، صبح دوشنبه از سوی دادستانی تهران در حالی تایید شد که ابهام‌هایی درباره اتهام‌ها علیه او وجود دارد. محمد سلاس در میانه فروردین ماه به اتهام زیر گرفتن 3 مأمور پلیس با اتوبوس در جریان درگیری بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران به 3 بار قصاص محکوم شد. اما وجود ابهام‌ها در پرونده آقای سلاس موجب شد که شمار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اون چه که دست پاچگی در صدور حکم و اجرای حکم قصاص برای آقای سلاس خوندند اعتراض کنند. به همین منظور صدها توییت تحت هشتگ‌های محمد سلاس، سیف سلاس به انگلیسی، اعدام جلاد و اعدام در توییتر نوشته شد که البته اعدام جلاد مربوط به کسانی هست که از اجرای حکم محمد سلاس حمایت کردند. زینب طاهری، وکیل محمد سلاس، در ساعات پیش از اجرای حکم در فضای مجازی تلاش می‌کرد تا با آگاهی رسانی درباره پرونده موکلش از اعدام او پیشگیری کنه. خانم طاهری اندکی بعد از اجرای حکم وعده داد که اسنادی رو در این باره منتشر می‌کنه. او نوشت که بنابر وظیفه خطیری که موکلم مرحوم محمد سلاس در اثبات بیگناهیش بر دوشم نهاده و با اجازه از او تا فردا شب کلیه مستندات بیگناهی قابل انتشار در رسانه‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد تا تاریخ و ملت ایران قضاوت کنند. کاربری به نام شلدون نوشت که از اتوبوس انگشت‌نگاری نشد، شهادت شهود شنیده نشد، از مامورانی که راننده را بازداشت کرده بودند استعلام نشد، دادگاه علنی برگزار نشد، با تقاضای تجدید نظر موافقت نشد و محمد سلاس اعدام شد در نظامی که به گفته او قاتل با 200,000 تومان جریمه و اختلاسگر با وثیقه و متجاوز با وساطت رهبری آزاد می شود. ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، در توییتی خطاب به آیت الله حاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشت پرونده سعید مرتضوی مربوط به سال 88 است. صدور حکم او مربوط به چه وقت بود؟ اجرای حکمش چه زمان؟ پرونده محمد سلاس مربوط به چند ماه پیش است؟ صدور حکمش چه وقت انجام شد و اجرای حکم کی؟ آن تأخیر و این تعجیل چه معنایی دارد؟ عدالت کجای این تبعیض است؟ و در نهایت اینکه اعتراض‌ها به اجرای حکم محمد سلاس همچنان در شبکه‌های مجازی جریان داره، در حالی که دختر آقای سلاس، نرگس سلاس، در گفتگو با رادیو فردا از عدم تحویل پیکر پدرش به خانواده خبر داده.